هاریکا میشه خواهش کنم آروم باشی؟ نمیتونم مامان، تا حساب اون دختره احمقو نرسم آروم نمیشم. هاریکا خواهش میکنم. منم به خاطر همین ازتون خواستم بیاین. راستش به نظر نمیاد هاریکا آروم بشه. قرارم نیست آروم بشم، باید حسابشو برسم. دخترم اینجا مدرسه است، میشه به خودت بیای؟ بهتر من یکم شما رو تنها بذارم، دوتایی با هم دیگه حرف بزنید، من بیرون منتظرم. خیلی ممنونم آقای مدیر. چرا اینجوری رفتار میکنی؟ کی چی بهت گفت که اینقدر عصبانی شدی؟ به هم تیکه انداختن، به هم گفتن اون پسر برادرته، یعنی رسما تو صورتم نگاه کردن و به هم توهین کردن. من دیگه نمیخوام همچین چیزی بشنوم، نمیخوام. یا من از اینجا ببر یا اونو بفرست بره، وگرنه یه بلای سر یکی میارم، از الان گفته باشم. هاریکا آقای مدیر، واقعا ازتون معذرت میخوام، ما روزهای سختی رو داریم میگذرونیم به خاطر این اتفاقات. معذرت میخوام، امیدوارم درکم کنی. خواهش میکنم خانوم، من کاملا متوجه شرایط شما هستم. متاسفانه اتفاقات دیروز اصلا خوشایند نبود، برای همین از اشتباه هاریکا چشم پوشی میکنم، اما اگر بازم بخواد تکرار کنه متاسفانه دیگه نمیتونم گذشت کنم. نگران نباشین، من یه راهی براش پیدا میکنم، یعنی مجبورم پیدا کنم. سوزان خانم، لازم نیست از من فرار کنی، لطفا دستپاچه نشین. آه نه اصلا دستپاچه نشدم. ببینی من خودم یه پدر و مادر دارم، نیازی نیست نگران باشی. اون روزی که مثل آشغال منو تو حیاط مسجد ول کردین، اون روز همه چی بین ما تموم شد. خیالتون راحت. ها میدونین شاید این بهترین کاری بود که تو عمرتون کردین، باعث شدین بهترین پدر و مادر دنیا رو داشته باشن. ازتون ممنون. من تو رو تو حیات مسجد ول نکردم، یه چیزایی هست که تو اصلا نمیدونی. خواهش میکنم، تا الان هیچی نمیدونستم، از این به بعدم نمیخوام هیچ چیزی بدونم. روز بخیر سوزان خانم. بگن دندن ایارم بلکی gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.